خطاب ما با دو گروه است. یک بد حجاب هایی که اهل نماز و عبادتن، نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن هم میخونه، ولی خب فرهنگ خانوادگیش اینه که بد حجاب. دو بد حجاب هایی که اصلا خدا و دین رو قبول نداره، با اونا یه جور باید حرف زد، با اینا یه جور دیگه. من الان خطابم به افرادی است که میگه اگه از قرآن بگی قبول دارم، از حدیث بگی دلیل بیاری. آقا تو حجاب نمیشه شلوغ کرد، نمیشه زور گفت، نمیشه با تخریب دخترها رو با حجاب کرد. روش میخواد، شیوه میخواد. من میخوام عرض کنم خواهرای محترم، برادران، عزیزانی که در سر تا سر ایران صدای منو هر کجا میشنوید، قرآن کریم به خانوما سفارش سه نوع حجاب میکنه. فقط حجاب به لباس که نیستش که. یک، حجاب لباسی و پوششی. دو، حجاب گفتاری. بعضی خانومات چادریه، محجبه است، ولی حجاب گفتاری نداره. سه، حجاب رفتاری، برخوردی. دو تا آیه تو قرآن میفرماید خمار بپوشید. خمار یعنی روسری بلند. زنای عرب یه روسریایی میپوشیدن، پشت گوش مینداختن، این سینه و گردن و این زینت ها همه پیدا بود. آیه نازل شد ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. جیوب یعنی سینه. اینو ببندید رو سینه‌تون. این دلیل بر این که باید سر و مو کاملا پوشیده باشه. این یک. در آیه دیگر می‌فرماید یا ایها النبی، پیغمبر، قل لازواجک، به زنات بگو و بناتک، به دختراتم بگو و نساء المؤمنین. این که دیگه صریحه. پیغمبر بینا بگو وقتی از خونه میایید بیرون، یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابی بپوشید. جلابی تو لغت نوشته از ثوب الواسع، یعنی لباس بلند و گشاد، یعنی یه لباسی که غیر از روسری تمام بدن رو بپوشانه و برجستگی های بدن پیدا نباشه. به این میگن جلباب. این صریح قرآن است. ذالک ادنا ان یعرفن، این لباس باعث میشه اینا شناخته بشن، بفهمن این زن آزاده است، این زن با کرامت، این زن با حریمه، با حجاب، بدکاره نیست، کسی رو نمیخواد به خودش جذب کنه. این آیه قرآن. یکی میگه جلباب و یکی میفرماید خمار.